حمله مسلحانه بالای ابراهیم عابد. دکتر یاسین ضیا به عنوان لیدرستی وزارت دفاع گماشته شد. واکنش احمد ضیا مسعود به اظهارات نور در مورد برگزاری کنگره حزب جمعیت. تفرقه در جمعیت، پایان ایدئولوژی و جنگ قدرت و وراثت. سیل ویرانگر در ژاپن. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. با یکی از ویدیوهای دیگر از کانال سمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. به نقل از آرمان ملی، دکتر یاسین ضیا به عنوان لیدرستی وزارت دفاع ملی گماشته شده است. همچنان به نقل از صفحه فیسبوک سیام نایاب، گفته می شود ابراهیم عابد طنزپرداز نامدار کشور آماج یک حمله تفنگداران ناشناس در شهر کابل قرار گرفته و زخم برداشته است، اما این رویداد هنوز تایید نشده است. واکنش مسعود به اظهارات نور در مورد برگزاری کنگره حزب جمعیت. احمد ضیا مسعود امروز در حضور مجموعه از اعضای جمعیت اسلامی افغانستان مقیم کابل سخنرانی نموده و درباره چگونگی برگزاری کنگره حزب جمعیت اسلامی افغانستان توضیح داده است. دفتر احمد ضیا مسعود معاون حزب جمعیت اسلامی افغانستان روز شنبه 14 سرطان با نشر یک خبرنامه نوشته است که آقای مسعود جهت رفع تشویش اعضای جمعیت اسلامی و تحولات اخیر درون حزبی معلومات داده افزوده است که بدون ایجاد شوراها نمیتوان مجمع عمومی جمعیت را ایجاد کرد. وی گفته است در نبود مجمع عمومی نمیتوانیم شورای عالی جمعیت را به وجود آوریم. شورای رهبری باید از میان اعضای شورای عالی انتخاب شود. آوردن اصلاحات در جمعیت در نبود مجمع عمومی ناممکن است. احمد ضیا مسعود در سخنان خود افزوده است. ما به دموکراسی درون حزبی معتقد هستیم و برگزاری کنگره یگانه راه انتخاب رهبر است. اما آنچه نیاز است در نخست همه شوراها باید شکل واقعی پیدا کنند تا کنگره برگزار شود، در حالی که تا به حال شوراهای جمعیت چی در سطح قریه و چی در سطح ولسوالی های ولایت ها و نواحی و شوراهای شهری به وجود نیامده است. حکومت نیز بنابر مشکلات امنیتی تا به حال موفق به ایجاد شوراهای عالی ولسوالی به خاطر برگزاری لجرگه قانون اساسی نشده است. هر زمانی که شوراهای جمعی ایجاد شوند و مجمع عمومی و شورای عالی به وجود آید، کنگره جمعیت جهت انتخاب رهبر برگزار می شود. تفرقه در جمعیت، پایان ایدئولوژی و جنگ قدرت و وراثت. شگاف و واگرایی در حزب جمعیت اسلامی که حتی پیش از ترور برهان الدین ربانی و درست پس از توافق بن آغاز شده بود، سرانجام به نقطه بحرانی رسید و با تصمیم بحث برانگیز شماری از چهره های پرنفوذ این حزب مبنی بر کنار گذاشتن صلاح الدین ربانی از سرپرستی جمعیت وارد یک مرحله تازه شد. حتی محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی مدعی است که صلاح الدین ربانی و احمد ضیا قدرت حزب جمعیت را در انحصار گرفته و کس دیگری را به کار کردن نمی گذارند. صلاح الدین ربانی سرپرست حزب جمعیت اسلامی چند روز پیش در یک اقدام بی پیشینه و غیر منتظره از سوی شماری از اعضای رهبری این حزب برکنار شد. آقای ربانی این اقدام را دسیسه علیه حزب جمعیت خوانده، آن را رد کرده و عضویت آقای نور و شمار دیگری از اعضای حزب را به حالت تعلیق در آورده است. آقای مسعود نیز این اقدام را رد کرده تا محمد نور و متحدان او را انشعابگر و دلالان قدرت خوانده و جلسه کنار گذاشتن صلاح الدین ربانی در منزل آقای نور را توطئه مشترک حکومت متخلف و این گروه تسلیمی خوانده است. به این ترتیب بحران در عالیترین سطح رهبری جمعیت از زیر و سطح آمده و
و مسئله قانونی حزب و آینده مبهم آن تبدیل شده است. سیل ویرانگر در ژاپن. شهر کوماموتو در جنوب ژاپن بر اثر طغیان رود کوما دچار سیل و رانش زمین شد. سازمان هواشناسی ژاپن اعلام کرد جریان هوای گرم و مرطوب به همراه یک جبهه کمفشار شرایط جوی ناپایدار ایجاد کرد و باعث بارش بیشتر از 100 میلیمتر باران در مدت یک ساعت در مناطق جنوبی کشور شد. تاکنون 15 نفر بر اثر این بارندگی و سیل ناشی از آن جان خود را از دست داده و 9 نفر دیگر ناپدید شدند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، اجساد 14 نفر از قربانیان در یک سرای سالمندان که دچار سیل شده بود پیدا شده است. مسئولان هواشناسی ژاپن اعلام کردند این جبهه هوا اکنون در منطقه باقی میماند و احتمال بارش‌های بیشتر و ویژه در غرب ژاپن همچنان وجود دارد. تعطیلات تابستانی مجلس. فهرست نامزد وزیران سپیدار هنوز نهایی نشده است. منابع آگاه در سپیدار میگویند که روی بیشتر کرسی ها در سهم عبدالله توافق شده، اما با وجود آن نقد و نظرهای حزب وحدت اسلامی هنوز پابرجاست. به نقل از 8 صبح به گفته این منابع، سپیدار هنگام امضای توافقنامه صلح با ارک وعده کرده بود که وزارت امور داخله یا 2 کرسی دیگر کابینه را به حزب وحدت اسلامی اختصاص می‌دهد، اما همین اکنون تنها یک کرسی از سهم کریم خلیلی مسجل شده و گفتگو روی یک کرسی دیگر همچنان ادامه یافته است. همزمان با این منبع میگوید که یکی از بحث‌های اخیر که سبب تأخیر در ارسال فهرست نامزد وزیران به ارگ ریاست جمهوری شده، بحث حضور زنان در فهرست و اعطای رتبه مارشالی به عبدالرشید دوستم بوده که در حال حاضر توافق‌ها در مورد آن حاصل شده است. به نقل از این منبع، با توجه به شرایط کنونی احتمال دارد که فهرست نامزد وزیران سپیدار در جریان هفته روان برگ ریاست جمهوری سپرده شود. این در حالی است که اعضای مجلس قرار است با آغاز ماه اسد تا 1.5 ماه به رخصتی تابستانی بروند، در حالی که تنها 2 هفته به آغاز رخصتی تابستانی مجلس نمایندگان باقی مانده است. ارگ ریاست جمهوری هنوز موفق نشده است که فهرست نامزد وزیران را برای کسب رای اعتماد به مجلس بفرستد. مقامات در ارگ بیشتر گفته بودند که تکلیف کابینه از سوی محمد اشرف غنی روشن شده است. منابع آگاه از بحث‌های تشکیل کابینه در سپیدار همچنان تصریح می‌کنند که تکلیف حزب جنبش ملی در کابینه روشن شده است. پیشتر رهبری این حزب فهرست 3 نامزد وزیرش را به عبدالله سپرده بود، اما به گفته منابع آقای عبدالله خواستار اختصاص یافتن تنها 2 کرسی کابینه به این حزب شده بود. بشیر احمد تایان سخنگوی حزب جنبش ملی گفت که این حزب روی 3 کرسی کابینه توافق کرده و تا آخر بر این موقف خود پابند خواهد ماند. به گفته وی، وزارت‌های زراعت، ترانسپورت و مهاجرین و عودت کنندگان سهم حزب جنبش ملی است و این حزب از آنها نخواهد گذشت. توافقنامه سیاسی میان ارگ و سپیدار در 28 سور امضا شد و بر اساس آن هر دو طرف در کابینه آینده سهم 50% دارند. در حال حاضر نامزد وزیران امور خارجه، مالیه، معارف، اطلاعات و فرهنگ، معدن و پترولیم، وزارت امور زنان و وزارت معارف مشخص شده که همه سهم ارگ ریاست جمهوری است. از سوی هم منابع پیشتر گفته بود که وزارت‌های امور داخله، ترانسپورت و هوانوردی، زراعت، اقتصاد، تجارت و صنایع، اقوام و قبایل، تحصیلات عالی، مخابرات و تکنولوژی، مهاجرین و عودت کنندگان و 2 وزارت خانه دیگر سهم سپیدار در کابینه آینده است. تشکر از توجهتان. تا ویدئوهای دیگر، الله نگهدار.